مکانیزمی که در تصویر می‌بینین سیستم فرمان فرایده. این سیستم از نوع دندشانه‌ایه که به دو میل فرمان افقی مجهزه و به وسیله دو عدد کرپی به شاسی اتومبیل متصل میشه. شافت پینیون جعب فرمانم به وسیله دو عدد چهارشاخه مفصلی به میل فرمان اصلی اتصال داره. غلاف فرمان از نظر ایمنی و برای راحتی راننده از نوع تلسکوپیه و به اهرم کمرشکن یا جابجا کننده قربیلک فرمان مجهزه. قبل از باز کردن جعب فرمان سه قطعه رو میتونیم روی خود اتومبیل تعویض کنیم، مثل سیبک فرمان و گردگیر اون، میل فرمان افقی و گردگیر جعب فرمان. اگه پوسته جعب فرمان رو در حالی که روی اتومبیل نصب شده حرکت بدیم، چنانچه پوسته از محل اتصال به کرپی ها بیش از 1.5 میلیمتر جا به جایی داشته باشه، باید لاستیک ضربگیر بین کرپی ها و پوسته رو تعویض کنیم. برای این کار کرپی رو جدا میکنیم و لاستیک ضربگیر رو که بر اثر فشارهای وارده بر جعبه فرمان ضخامتش کم شده عوض میکنیم. چنانچه به هر دلیل مجبور باشیم سیبک رو از میل فرمان افقی جدا بکنیم، میبایست محل اتصال قطعات رو علامت گذاری بکنیم تا موقع جمع کردن اونا بتونیم قطعات رو در محل اولیه خودشون قرار بدیم که زوایای تو این و تو آت چرخا به هم نخوره. برای باز کردن سیبک مهره قفل کننده رو شل میکنیم و سیبک رو از میل فرمان افقی جدا میکنیم. بعد بستهای گردگیر رو توسط انبردست باز میکنیم. تا گردگیر رو از روی میل فرمان خارج میکنیم. موقع جدا کردن میل فرمان افقی از شانه‌ای فرمان، برای جلوگیری از آسیب دیدن شانه‌ای از یه تیکه پارچه استفاده میکنیم. توجه داشته باشین که موقع جدا کردن میل فرمان افقی پین فنری روی شانه‌ای فرمان آزاد میشه. قطعات سمت دیگه جعب فرمان را هم به همین ترتیب باز میکنیم. حالا نوبت جدا کردن شانه فرمانه. اول مهره قفل کننده را باز میکنیم. مهره قفل کننده. بعد پیچ تنظیم رو باز میکنیم. وقت فنر فشار دهنده پیستون رو برمیداریم و پیستون رو خارج میکنیم. در مرحله دوم کاسه نمد پینیون رو خارج میکنیم. بعد زامن قفل کننده خار فنری رو در میاریم. و خار فنری رو از محل خودش خارج میکنیم. حالا پینیون فرمان رو از پوسته جدا میکنیم. به این ترتیب میتونیم شانه فرمان رو از داخل پوسته خارج کنیم. در آخر گوش کاوچویی جعب فرمان رو جدا میکنیم. در این مرحله به عیبیابی قطعات سیستم فرمان میپردازیم. مجموع قطعاتی که مشاهده میکنیم قطعات سیستم فرمان اتومبیل پرایده. قطعاتی مانند کاسه نمد، گوش کاوچویی جعب فرمان، خار فنری و لاستیک‌های ضربگیر یک بار مصرفن و حتما در هر تعمیر باید عوض بشن. قطعاتی مانند پوسته فرمان، شانه فرمان، پینیون، پیستون، میل فرمان‌های افقی، سیبک‌های فرمان، گردگیرها، غلاف فرمان و چهارشاخه‌های فرمان هم باید مورد کنترل قرار بگیرن و در صورت نیاز تعویض بشن.
جیبک های فرمان رو از نظر لقی در قسمت سیبک و پارگی در قسمت گردگیر کنترل میکنیم. در صورت پارگی گردگیر، یک گردگیر نو رو داخل ابزار اختصاصی به شماره 49-80-38-785 قرار میدیم. سیبک رو داخل گردگیر میذاریم و با ضربات چکش گردگیر رو روی سیبک نصب می‌کنیم. میل فرمان افقی رو از قسمت سیبک کنترل می‌کنیم. در صورت وجود لقی میل فرمان باید عوض بشه. چنانچه در گردگیر میل فرمان افقی پارگی وجود داشته باشه، باید تعویض بشه، چون سریعاً به سیبک میل فرمان و شانه‌ای فرمان آسیب می‌رسونه. پوسته فرمان رو از نظر ترک خوردگی یا شکستگی بازدید می‌کنیم. سالم بودن بولبرینگ انتهای شافت پینیون هم مورد بررسی قرار می‌دهیم. در صورت معیوب بودن پوسته فرمان باید تعویض بشه. شانه فرمان رو هم در دو مورد کنترل می‌کنیم. اول دنده‌های شانه فرمان رو بازدید می‌کنیم. این دنده‌ها به علت درگیری با پینیون ممکنه خورده شده باشن. در مرحله دوم تاب داشتن شانه فرمان رو کنترل می‌کنیم. مقدار تاب دیدگی نباید بیشتر از 0.3 میلیمتر باشه. اگر شانه فرمان هر یک از عیب‌های گفته شده رو داشته باشه، حتما باید تعویض بشه. دنده‌های پینیون فرمان رو از نظر خوردگی بازدید می‌کنیم. همینطور بولبرینگ پینیون رو از نظر سالم بودن بازدید می‌کنیم. حالا پیستون فشار دهنده دنده‌های شانه‌ای به دنده‌های پینیون رو کنترل می‌کنیم. در این قسمت پیستون لایه‌ای از جنس بابیت وجود داره که بر اثر حرکت شانه‌ای بر روی اون به مرور خورده میشه. غلاف فرمان رو از نظر تغییر شکل، خرابی بولبرینگ انتهایی، خرابی بوش لاستیکی و تاب داشتن میل فرمان اصلی بررسی می‌کنیم. در صورت وجود هر یک از عیب‌های گفته شده، غلاف فرمان باید به طور کامل تعویض بشه. چهار شاخه‌های فرمان رو از نظر ساییدگی در ساچمه‌ها بازدید می‌کنیم. در صورت وجود خلاصی، چهار شاخه باید به طور کامل تعویض بشه. حالا که بازدید و کنترل قطعات جعبه فرمان به پایان رسیده، جمع کردن قطعات رو شروع می‌کنیم. اول بوش رو داخل پوسته فرمان طوری قرار می‌دیم که سه زائده روی بوش دقیقاً در شیار پوسته فرمان قرار بگیرن. برای جا زدن بوش از یک سنبه مناسب استفاده می‌کنیم. وقت شانه‌ای فرمان رو به گریس آغشته می‌کنیم و در جهت صحیح داخل پوسته قرار می‌دهیم. بعد دنده پینیون رو گریس کاری می‌کنیم و شافت پینیون رو داخل پوسته جا می‌زنیم تا با دنده شانه‌ای درگیر بشه. به خاطر داشته باشین مقدار گریس مصرفی در جعبه فرمان 18 گرم. حالا زامن قفل کننده خار فنری رو باید طوری در محل خودش قرار بدیم که زائده سوراخ‌دار بین چاک‌های خار فنری قرار بگیره. بعد پیستون رو روی پوسته نصب می‌کنیم و فنر فشار دهنده پیستون رو روی اون قرار می‌دیم. وقت پیچ تنظیم رو میبندیم و به مقدار 10 کیلوگرم سانتیمتر سفت کنیم. حالا مجدداً پیچ تنظیم رو 10-40 درجه شل میکنیم و شانه فرمان رو در موقعیت وسط قرار میدیم، به طوری که شانه از دو طرف پوسته به یه اندازه بیرون باشه. بعد ابزار اختصاصی به شماره 49-0-180-51-08 رو
روی شافت پینیون سوار می‌کنیم و گشتاور پینیون رو اندازه می‌گیریم. این گشتاور به وسیله نیروسنج باید بین 900 الی 1300 گرم و به وسیله تورکمتر باید 9 الی 13 کیلوگرم سانتی متر باشه. چنانچه گشتاور به دست اومده مطلوب واقع نشد، با شل و سفت کردن پیچ تنظیم گشتاور مطلوب رو به دست میاریم. بعد از رسیدن به گشتاور مطلوب، مهره قفل کننده پیچ تنظیم رو در محل خودش قرار میدیم. سپس با آچار پیچ تنظیم رو ثابت نگه میداریم که تنظیم جعبه فرمان به هم نخوره و بعد توسط تورک متر مهره قفل کننده رو به اندازه 4 تا 6 کیلوگرم متر سفت کنیم. حالا کاسه نمد رو در جای خودش قرار میدیم و با یک ابزار مناسب اونو به داخل پوسته هدایت میکنیم. اون وقت میل فرمان افقی رو به شانه ای متصل میکنیم و مهره مربوطه رو به اندازه 6 الی 8 کیلوگرم متر سفت میکنیم. بعد پین نگه دارنده رو برای جلوگیری از شل شدن میل فرمان افقی در محل خودش جا میزنیم. حالا گردگیر فرمان رو طوری نصب میکنیم که این قسمت در شیار میل فرمان افقی و این قسمت روی پوسته جعبه فرمان قرار بگیره. بعد بست نگه دارنده گردگیر به میل فرمان افقی رو نصب میکنیم و پیچ بست روی شانه فرمان رو هم محکم میکنیم. حالا سیبک رو درست در موقعیت علامت گذاری شده میبندیم و مهره مربوطه رو کنت میکنیم. به همین روش قطعات سمت دیگه جعبه فرمان رو نصب کنیم. اون وقت لاستیک های ضربگیر نوع جعبه فرمان رو نصب میکنیم. بعد کرپی ها رو روی پوسته جعبه فرمان جا میزنیم. حالا جعبه فرمان آماده نصب روی اتومبیله. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.